انفجار سنگین در کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خبرگزاری رها می نویسد: انفجار در شهر کابل. لحظات قبل یک انفجار در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل و یا دیمزنگ به وقوع پیوست. گفته می شود که این انفجار در نزدیک لیسه حبیبیه از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل رخ داده است، اما شاهدان عینی می گویند که یک موتر رنجر امنیتی طالبان هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته است. تا کنون در مورد تلفات این انفجار معلومات در دست نیست. از سوی هم خبرگزاری دید می نویسد دقایق پیش انفجاری در ساحل دیمزنگ شهر کابل رخ داده است. در همین حال روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد حمله مهاجمان مسلح بر یک پاسگاه امنیتی طالبان در شهر قندهار. منابع محلی در ولایت قندهار می گویند که مهاجمان مسلح بر یک پاسگاه امنیتی نیروهای طالبان در شهر قندهار حمله کردند. منابع در گفتگو با روزنامه 8 صبح تصریح کرد که تفنگداران ناشناس حوالی ساعت 7 شام روز دوشنبه 8 قوس بر پاسگاه امنیتی طالبان به نام سرخک در ناحیه سوم شهر قندهار حمله کردند. با گفته باشندگان محل درگیری میان نیروهای طالبان و مهاجمان مسلح حدود 20 دقیقه ادامه داشت. شاهدان عینی میگویند که در این درگیری به نیروهای طالبان و نیز شماری از افراد ملکی که از مسیر عبور میکردند آسیب رسیده است، اما رقم دقیق تلفات آن روشن نیست. مهاجمان مسلح پس از درگیری از ساحه فرار کردند. در همین حال مسئولان قماندانی امنیت طالبان در قندهار در مورد این رویداد چیزی نگفته است. از سوی هم بانک جهانی تلاش دارد که 500 میلیون دلار از کمک های بسته شده را برای مردم افغانستان آزاد کند. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع آگاه گزارش داده است که بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهاد است که بر اساس آن 500 میلیون دلار از کمک های مسدود شده برای افغانستان آزاد می شود. با این حال منابع تاکید کردند که این مقدار پول فقط برای ارائه کمک های بشر دوستانه و مردم افغانستان در نظر گرفته شده است. رویترز روز سه‌شنبه 9 قوس با نشر این گزارش گفت که قرار است اعضای هیئت مدیره بانک جهانی به طور غیر رسمی ملاقات کنند. هدف از این ملاقات گفتگو در مورد پیشنهاد است که در هفته های اخیر با مقامات ایالات متحده و سازمان ملل مطرح می شود. این پیشنهاد تغییر مسیر وجوه از صندوق بازسازی افغانستان است که مجموعاً 1.5 میلیارد دلار می شود. رویترز به نقل از کارشناسان اقتصادی تحلیل کرده است که این کمک ها برای حل مشکلات کنونی افغانستان مؤثر است. این گزارش اما تصریح شده که هنوز چگونگی انتقال این کمک ها به افغانستان حل نشده است، زیرا بیم آن وجود دارد که نهادهای مالی درگیر در معرض تحریم ایالات متحده آمریکا قرار نگیرد. این منابع برای طرز یاد آور شدند که این پول برای رفع نیازهای فوری مراقبت های صحی در افغانستان، جایی که کمتر از 7% جمعیت آن در برابر ویروس کرونا واکسین شدند، اختصاص می یابد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گفته است که بانک جهانی پس از انتقال این مقدار پول به افغانستان نظارت نخواهد داشت. این منبع افزوده است که بانک جهانی میخواهد این پول را بدون هیچ نظارت یا گزارش به سازمان ملل و سایر آژانس‌های بشردوستانه منتقل کند. این منبع تحریم‌های آمریکا را یک مانع بزرگ برای انتقال این کمک‌ها به افغانستان عنوان کرده است. منبع گفته است در حالی که خزانه‌داری ایالات متحده نامه‌های دلپذیر ارائه کرده است که به بانک‌های اطمینان می‌دهد که می‌توانند تراکنش‌های بشردوستانه را پردازش کنند، نگرانی در مورد تحریم‌ها همچنان ادامه دارد که از عبور حتی مواد اولیه از جمله غذا و دارو جلوگیری می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این منبع گفته است که تحریم‌های فلج کننده و عدم مراقبت از کارکنان بخش دولتی آوارگان بیشتر، ناامیدی و افراط‌گرایی بیشتر ایجاد می‌کند. از جانب دیگر منابع آگاه گفتند که بانک جهانی در صدد باز کردن راه میانبر برای طالبان است. رویترز به نقل از یک منبع نوشته است که کار اولیه روی مبادله بالقوه دلارهای آمریکایی برای افغان‌ها انجام شده است تا این وجوه را به افغانستان تحویل دهند. با این حال منابع دیگر تایید کردند که این برنامه ها فقط در حد پیشنهاد است و هنوز اجرا نشده است. در این گزارش همچنان آمده است دو منبع گفتند که این رویکرد وجوه
را به حساب های بین المللی مؤسسات خصوصی افغانستان واریز می کند که افغان ها را از حساب های بانکی خود در افغانستان به گروه های بشر دوستانه در افغانستان پرداخت می کنند. روی درس تاکید کرده است که با این روش بانک جهانی راه میانبر را برای طالبان باز و در نتیجه از درگیری با تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل جلوگیری می کند. این خبرگزاری اما تصریح کرده است این طرح پیچیده و آزمایش نشده است و ممکن است اجرای آن زمان ببرد. از سوی دیگر این خبرگزاری گفته است که پس از تسلط طالبان بر کابل و خروج نیروهای خارجی از افغانستان بیش از 30 میلیون نفر با یک اقتصاد پرتنش کمبود مواد غذایی و فقر روبرو شدند. تا کنون حکومت سرپرست طالبان حقوق آموزگاران و کارکنان دولتی را پرداخت نکرده است. با این حال در این گزارش گفته شده است که این کار طالبان می تواند فروپاشی سیستم های آموزش عمومی، مراقبت های صحی و خدمات اجتماعی افغانستان را تسریع بخشد. همچنان در این گزارش هشدار داده شده است که کارکنانی که در ماه‌های اخیر معاش دریافت نکردند ممکن است از حضور در محل کار خود دست بکشند و به مهاجرت گسترده از کشور بپیوندند. این در حالی است که بیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود که واشنگتن با بانک جهانی و سایر کمک کنندگان در مورد نحوه استفاده از این بودجه از جمله پرداخت بالقوه به افرادی که در مقامات حیاتی مانند کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و معلمان کار می‌کند. وی افزوده بود که آمریکا در بخش تأمین نیازهای حیاتی مردم افغانستان متعهد است. هرچند بانک جهانی تأکید دارد که در حال بررسی انتقال وجود از صندوق بازسازی افغانستان به سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان است. اما در این مورد هنوز جزئیات ارائه نکرده است. سازمان ملل نیز از اظهارات نظر در این مورد خودداری کرده است. گفته است که صندوق بازسازی افغانستان در سال 2002 تأسیس شده و توسط بانک جهانی اداره می شد. منابع مالی این صندوق برای بودجه غیر عادی افغانستان استفاده می شد که بیش از 70% بودجه آن از طریق کمک های خارجی تمویل می شد. بانک جهانی پس از تسلط طالبان پرداخت ها را به حالت تعلیق درآورد و همزمان با آن آمریکا کمک هایش به افغانستان را تعلیق و ذخایر ارزی بانک مرکزی را مسدود کرد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.